امروز در واشنگتن پرزیدنت باراک اوباما دیروز گفت که جنگ افغانستان یک جنگ دلخواهی نبوده و هشدار داد که پیکار علیه طالبان نه به سرعت و نه به سهولت به پایان خواهد رسید. اوباما در کنفرانس سربازان قدیمی جنگ‌های خارجی آمریکا گفت این یک جنگ دلخواهی نیست، بلکه یک جنگ ضروری است. رئیس جمهور آمریکا گفت که پیکار علیه شورشیان در افغانستان برای دفاع آن کشور جنبه بنیانی دارد. پرزیدنت اوباما گفت آنهایی که در 11 سپتامبر به آمریکا حمله کردند برای حمله دیگر توطئه می‌کنند. اگر جلوی شورش طالبان گرفته نشود، مأوای بزرگتری برای القاعده به وجود خواهد آمد که از آنجا نقشه قتل شمار بیشتری از آمریکاییان را طراحی کنند. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیروز به رهبران جامعه یهودیان آمریکا هشدار داد که حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران ایرانیان را گرد حکومت آن کشور جمع خواهد کرد. مبارک پیش از ملاقات امروز خود با پرزیدنت اوباما با نمایندگان گروه‌های یهودیان آمریکا در واشنگتن دیدار کرد. مبارک گفت اکنون شکافی در رهبری ایرانیان ایجاد شده است و بهترین شیوه در پیوند با برنامه هسته‌ای آن کشور صبر کردن است. چنان حمله‌ای فقط موجب جمع شدن ایرانیان گرد رهبریشان خواهد شد. آمریکا و اسرائیل گزینه حمله نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را در صورت شکست تدابیر سیاسی برای حل معضل اتمی ایران کنار نگذاشتند. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون دیروز گفت واشنگتن در انتخابات پیشرو ریاست جمهوری و ایالتی افغانستان بی‌طرف است و آماده است با هر کس که منتخب مردم باشد کار کند. کلینتون همچنین هشدار داد که انتخابات روز پنجشنبه که دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به شمار خواهد رفت بدون چالش‌های خاص خود نخواهد بود. کلینتون گفت که افغان‌ها باید به خاطر شجاعت خود در برگزاری این انتخابات علی‌رغم دغدغه زمان جنگ مورد ستایش قرار گیرند و ما و جامعه بین‌المللی به پشتیبانی از آنها می‌بالیم. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com